بحثی که در خدمتتون هستم راجع به کلود کامپیوتینگ، یه مروری بر خود کلود کامپیوتینگ به صورت خیلی اجمالی و بعد بحثمون راجع به اوپن استک هست. در ابتدا بخوام یه تعریفی از خود کلود کامپیوتینگ ارائه بدم. کلود در واقع اومد کاری کرد که ما بتونیم شبکه‌ای در واقع بر اساس تقاضا آن دیمند و های پرفورمنس داشته باشیم و در واقع بتونیم ویرچوالیزیشن روش انجام بدیم و بتونیم سرویس ها رو به صورت مجازی و شیر سلام در واقع در اختیار داشته باشیم، که این دیگه تغییراتی که میخواستیم روی استوریج بدیم همیشه نیازمند این بود که، یا سرویس هایی که در واقع در اختیار رو میذاشتن همیشه نیازمند این بود که فراهم کننده سرویس برامون این کار رو انجام بده. اما با وجود کلود دیگه خود کاربر میتونه این تغییراتی که نیاز داره رو اعمال بکنه. فرق بین در واقع یه قیاسی داشته باشیم بین کانونشنال، حالا توی در واقع دیدگاه هایی که حالا تو سنتی وجود دارن و دیدگاهی که در واقع تو کلود وجود داره برای شبکه ها، چیزی که خیلی مهمه یکی اینه که هاردویرمون در واقع اگه توی شبکه سنتی حالا می‌خواستیم یه در واقع شبکه رو بندازیم، هاردویرمون مختص به خودمون بود و قابل شیر نبود، در صورتی که ما تو کلود می‌بینیم در واقع شیرد هاردویر داریم. از نظر دیگه تو کانونشنال ما یه در واقع فیکس کپاسیتی داشتیم، اما اینجا الاستیک شد و قابل انعطاف شد. چیزی که ما هزینه می‌دادیم برای شبکه‌هایی که حالا غیر کلود بودن برای کپاسیتیش بود، اما الان برای میزان استفاده‌ای که از شبکه کلود داریم هزینه پرداخت می‌کنیم. 5 تا از نکات اصلی که توی کلود وجود داره و تو شبکه‌های دیگه ما نمی‌بینیم، یکی اینه که ریسورس قابل شیر هست، بعد برود نتورک اکسس داریم و همون آن دیمند بودن در واقع سرویس‌ها بر اساس تقاضا قابل در واقع کوچیک بزرگ کردنه و در واقع اسکیلبل و الاستیک بودنشه، و اینکه باز اندازه‌گیری و هزینه هامون بر اساس میزان استفاده‌ای که تو شبکه کلود داریم. بله در انتها اگه اجازه بدیم ما یه ذره پیش بریم بعد، چون اینا فعلا مقدمات حالا خود اوپن استک بریم. حالا هستم در خود این معماری که برای کلود در واقع ارائه شده از 3 تا لایه یا 3 تا سرویس تشکیل شده. سافتور از سرویس که مخفف در واقع abbreviationش SaaS هست که یا SaaS میگن، پلتفرم از سرویس که PaaS میگن، infrastructure از سرویس که در واقع YaaS میگن، و اینو در واقع سلایه ای هست که برای بحث کلود مطرح هست. حالا ما اون اوپن استک که قراره حالا به صورت تفصیلی در واقع بریم سراغش، توی infrastructure از سرویس مطرح میشه و در واقع ما infrastructureمون رو اوپن استک تعمیم میکنه. حالا اوپن استک چیه؟ دوستان کسی میدونن اوپن استک چیه؟ میتونین تعریفی ارائه بدین؟ کمکمون کنین؟ بله شما چیز کلیه که من توی دیگه دیدم رو که این اوپن استک در واقع یه لایه‌ی میشین روی سرورتون و مدیریت سرور از طریق اوپن استک انجام میشه، شما درگیر بخش پایین تر نمیشین. دقیقا من گفتم ویرچوالیزیشنتون یه مهم نیست چیه، ما مدیریتش میکنیم. دقیقا سیستم مهم نیست چیه، اوپن استک دیگه مدیریت فرق شما میگیم چی میخواد. درسته. ما به صورت حالا کلی بخوام یه تاریخ جمع ازش بگم، تو سال 2010 این اتفاق افتاد که اوپن استک در واقع شروع شد از ناسا و بعدش در واقع کانونیکال اومد به صورت صرف خیلی وارد اوپن استک شد و اونو در واقع شروع کرد در واقع کامل کردن. اوپن استک در واقع یه کالکشنی از اوپن سورس کامپوننت هاست، همونطوری که اینجا میبینید که در واقع یه فضای اینفراستراکچری کلود رو برای ما فراهم میکنه، حالا چه به صورت پابلیک چه به صورت پرایوت. انواع کامپوننت هایی که توی خود اوپن استک وجود داره نووا، سویفت، گلنس، کیستون، نوترون، هورایزن هست که حالا اینو در ادامه به صورت کاملا تفصیلی اینو اشاره میکنه. و در واقع همون بحثی که شما فرمودین، ما در واقع وی ام هایی داریم که ویرچوال نتورک هایی در واقع ما میتونیم ایجاد بکنیم و با اون وی ام ها میتونیم در واقع منابع رو بهشون اختصاص بدیم و
یه شبکه‌ای داشته باشیم و اون رو مطابق میل خودمون تنظیم بکنیم. اینو ریس شدم وارد این که اون کامپوننت‌ها رو در واقع داشته باشیم. نووا در واقع کامپیوت اوپن استک هست. هر چی بحث محاسباتی هست حالا روی وی ام ها توسط نووا انجام میشه. نوترون در واقع نتورک اوپن استک رو نوترون تامین میکنه. سیندر اوپن استک بلاک استوریجه که در واقع استوریج ها رو به صورت بلاک بلاک ما ذخیره میکنیم. کیستون بحث آیدنتیتی یا احراز هویتمون تو اوپن استک توسط کیستون انجام میشه. گلنس در واقع ایمیج های توی اوپن استک هست. سویفت اوپن استک آبجکت استوریجه که باز این یه نوعی ذخیره سازی به شما میاد که حالا بحث این ذخیره هاش در واقع میشه تو حالت در واقع حالت فیزیکی اینطوری گفت که اگه ما قرار بود از روی هارد مثلا یا روی دیسکی چیزی بخونیم دیگه اینا به عهده سویفت و سیندر در واقع هستش. هورایزن داشبوردمون یا یو آی مونه که در نهایت ما همه این نصب ها رو که انجام بدیم به محیط هورایزن میرسیم و محیط هورایزن محیطیه که حالا کاربر شما میتونین اون سرویس رو ارائه بدین و در واقع محیطی که کاربر میبینه همون هورایزنه که بنا در واقع به نیازش و تقاضایی که داره میاد وی ام اش رو اینجا تنظیم میکنه. هیت در واقع ارکستریشنه و ما مثلا اگه قرار باشه چند تا برنامه داشته باشیم در واقع یا مثلا یه اپی رو بخوایم داشته باشیم ما اصل هماهنگی‌های در واقع برنامه‌مون توی هیت انجام میشه یعنی داخل این. سلومیتر در واقع اوپن استک تلمتریه که بر اساس در واقع متراژیه که میشه اینجوری گفت که اندازه‌ایه که برای استفاده خود اوپن استک در نظر گرفته میشه میزان استفادهش. چیو؟ ما بریم اصلا من عملی بهتون نشون میدم همشون. یه در واقع کویک استارت اوپن استک وجود داره به اسم RDO و توی سایتش که برین RDO پروژکت هست و که میتونین از این در واقع مرجع شروع کنین حالا داکیومنتاشو بخونین و نصب بکنین اوپن استکو که این حالت خیلی سریع‌ترین حالتشه در واقع اسمش روشه کویک استارت. و یه حالت دیگه هم وجود داره که اوپن استک در واقع خود سایت openstack.org خواهش می‌کنم openstack.org میاد استپ بای استپ در واقع محیط اوپن استکی که قرار ساخته بشه رو راهنماییتون میکنه و داکیومنت ها در واقع طبق توزیع لینوکسی که شما استفاده میکنین سنت او اس یا اوبونتو یا رد هات داکیومنت های مختلفی داره که میشه ازش استفاده کرد. منتها چیزی که مطرح هست اینه که اوپن استکی که توی سایت اوپن استک شما بخواید استپ با استپ برید جلو قطعاً به یه سری ارورهایی خواهید خورد یعنی یه سری حالا در واقع میشه گفت آجر به آجر گذاشتن. اما توی RDO ما میبینیم مثلا پکیج ها رو خیلی کمکمون میکنه توی نصبش مثلا حالت آل این وان داره و همه در واقع کامپوننت ها رو خودش ست میکنه و همه اینا خودشون اینستال میشه. درگیری هایی که شما به عنوان حالا مخصوصا اگر که مبتدی باشین توی اوپن استک براتون پیش میاد که توی خود سایت openstack.org رو بخواین جلو برین هر توضیحی که شما استفاده بکنین ارورهای متفاوتی با توضیح مثلا دوستتون یا کس دیگه‌ای که داره این کار انجام میده داره. بنابراین میشه گفت که ارورها رو قشنگ میشه گفت شما در محیط نصبش تنها هستین و هر اروری که وجود داره با سرچ میتونین برطرف کنین که برای خود منم یه چیز پیچیده بود. ما محیط اوپن استک رو که بخوایم نصب کنیم حالا من یه ویدیویی هم تهیه کردم گفتم شاید حالا اینجا در واقع ما چون نیاز به آی پی در واقع ولید داشتیم و این امکان در اختیار ما اینجا نبود من یه فیلمی هم تهیه کردم تا قبلش این اسکرین شات ها رو با هم ببینیم. من توی نتورکی که بخوام ست بکنم از مسیر سیسکانفیگ حالا کارت شبکتون به هر اسمی که هست اینجا در واقع تنظیماتی که باید انجام بدیم من هم نور این خوب میبینین اینو دوستان خاموشش کنیم پروتو رو استاتیک تنظیم میکنین اصولا دیفالتش DHCP هست حالا برای ست کردنش و چیزی که وجود داره یه دونه اینجا رو که خب تعریف این آنبوت رو یس میذاری و اینجا آی پی تون رو تعریف میکنی اینا نیستن تو حالت پیش فرض تو این فایل وجود نداره
آی پی تون رو میرید نست ماسک و گیتوی رو تعریف میکنین. نتورک حالا مال من نسخه سنتوس 7 هست. آی پی دادم و گیتوی و نت ماسک و اینا رو تعریف کردم. این تیکر رو من اضافه کردم. بله. نه دیگه اون تنظیمات هم گفتم. حالا تو سایتش که الان بهتون نشون بدم آن بوتش دیفالتش مثلا نوه. من اینو یس گذاشتم. یا اینجا تایپ در واقع چیزمون بوتمون بوت پروتوتایپمون DHCP. خب تنظیماتی که نیاز هست که ما اوپن استک رو بیاریم روش. بود اینجا فعلا داریم در واقع کارت شبکه رو میشناسون. خب ما نیاز هست که فایروال رو حالا دیسیبل کنیم، استاپ کنیم، نتورک منیجر رو این کارو بکنیم و نتورکمون هم اینیبل بکنیم که باز تو ویدیو اینو میبینین. خب من این نمیدونم سنتوس 7 رو من کار کردم، نمیدونم دوستان کار کردن چه حد آشنایی دارن. دستور یام میتونه در واقع تنظیمات ما رو اینستال بکنه، آپدیت بکنه. دستوری که برای پکیج ها وجود داره، ریپوزیتوری ها رو بخوایم اینستال یا آپدیت بکنیم یام هست. حالا توی سنتوس در واقع من نسخه میتاکای اوپن استک رو نصب کردم. اوپن استک نسخه های مختلفی داره، لیبرتی، جونو و حالا ما میتاکا فکر میکنم 2015 اومد اگه اشتباه نکنم که نسخه جدیدشه. این در واقع اسکرین شاتی که من گرفتم صرفا برای اینکه در واقع این استایلش رو بهتون نشون بدم فرآیند به چه صورت هست و با در واقع با این کامند ما میتاکا رو نصب کردیم. بعد نیاز هست که در واقع پکیج ها آپدیت بشه با دستور یام آپدیت و بعد پک استک رو ما باید اینستال بکنیم. در نهایت چیزی که وجود داره، خب چون این آردیو هست خیلی سریعتر آل این وانه و در واقع میشه گفت 10 دقیقه یه روبه. آره، ولی اونی که توی سایت اوپن استک وجود داره همه یه کامپوننت ها رو شما دونه دونه خودتون تنظیم میکنید. خب تو این محیط قراره که در واقع من نمیدونستم حالا که به چه صورت قراره بشه، مجبور شدم این تیکرم اسکرین شات بگم. ما تو محیط این محیطی که در واقع دیدیم داشبورد یا هورایزن هست که حالا تنظیماتی که تو اوپن استک قراره انجام بشه، تنظیمات نتورکی و تنظیمات حالا کامپیوت، حالا ایمیج رو ایمپورت بکنید و اینستنس بسازین و حالا شروع کنیم وی ام ساختن، همه اینا توی این محیط اتفاق میفته. ابتدا من اینا روتر رو تنظیم کردم که در واقع نتورکمون رو بتونم بهش بدم و اینجا کرییت نتورک کردم، آی پی بهش دادم، ساب نت براش ساختم و اینو یه محیط در واقع کلی نتورکی که ساخته شد با آی پی که بهش دادم و گیتوی من به اسم اکسترنال نتورک در واقع ساختمش. بعد توی محیط اینترفیس ما که تو خود روتر هست یه تبی داره به اسم اینترفیس. از روی اینترفیس در واقع سابنت رو بهش میدیم و برای سابنت در واقع آی پی تعیین میکنیم. سابنت ما اینجا ساخته میشه و اینترفیس ما. خب تو مرحله بعدی ما اینجا ایمیج رو در واقع ساختیم. من بهتر می‌بینم که اصلا برم رو خود ویدیوه که اینجوری یه ذره توی بار اول حداقل عجیب به نظر نه. فول اسکرینش کجاست؟ نه کرن نشد. نه آلت اینتر هم نشه. ما این سال فلا همینجا میبینیم. خب آره ممنونم. خب ما رفتیم سایت کویک چیز آردیو در واقع پروژکت و اینجا ما همه کامندا رو میبینیم برای ریت هند، برای سنتوس، برای اوبونتو هم هست.
بنا به در واقع توضیحی که شما استفاده میکنید میتونید اینجا در واقع داکیومنتش رو پیدا کنین و این همون محیط در تنظیمات شبکه‌ای که ابتدا باید انجام بدین، فایروال و نتورک منیجر رو. با یک سرور هم میشه؟ بله بله، من اینو الان با یه دونه، اصلا با این خوبیش اینه که میتونین توی اون حالت اوپن استک در واقع برای من اینو چیز کنم، پازش کنم، تو اون openstack.org که استپ بای استپ میرین جلو، نه باید دو تا در واقع یه کنترلر داشته باشید و یه کامپیوت داشته باشید. حالا میتونید رو وی امتون بیارین بالا، ولی به هر حال باید دو تا توضیح مختلف، دو تا لینوکس باشه مثلا. خب اما توی این حالت آردوینو میتونین روی یه دیوایس و یه توضیح این کار رو انجام بدین. آل این وان اسمش میشه چیز کرد، میشه اکسپاندش کرد با هم آردوینو. بله خب من فقط اینجا خواستم نشون بدم که کامندا رو از کجا آوردم. آره میرسیم الان اینجا همون دستور در واقع میتاکا رو برای نصب زدم، اینجا میتاکا نصب شد. بعد دستور یام آپدیت رو زدم که پکیج ها رو آپدیت میکن. اینجا پکیج ها دارن آپدیت میشن. آوردن برام دست شما برد. ممنون. کوتاهه، اینو رد کردم بعد خودم چون یه بار نصب کردم. بعد پکستک رو اینجا نصب میکنین. این nothing to do ای که میبینین چون من نصب شده دارم، برای من میزنه nothing to do. در نهایت اون پکستک آل این وان کامند اون رو میزنیم، اجرا میکنیم و هورایزن ما ایجاد میشه. خب اون آی پی که اول ست کرده بودیم، آی پی که ما در نهایت تو یو آر ال وارد میکنیم و اون اوپن استک در واقع هورایزنی که قرار داشته باشیم و با آی پی باید بیانیم بالا، اون مرحله اولی که تو نتورک شما پرسیدیم. من با IP 247 ساختم. خب این یه فایلی به شما میده به اسم keystone_rc_admin اگه اشتباه نکنم، بعد تو اون یوزر پسی که قراره اینجا وارد شید و بهتون میده و این قابل تغییرم هست. خب این محیط اوپن استک منه، در واقع پروژکت هایی که میبینی و تو محیط کامپیوت. حالا آها، وقتی که وی ام ساخته میشه، فضایی که این استنس گرفته، سی پی یو رمی که بهش اختصاص دادیم و توی اوور ویو میتونیم ببینیم. توی این استنس ها من سایرس ساختم که اینجا نحوه سایرس ساختن رو یاد میدم. توی روتر همون چیزی که بهتون گفتم، در واقع کریت روتر میکنین اون نتورکی که براش در نظر گرفتین و که حالا من به اسم EXT در نظر گرفتم کریت کردم. بعد اونجا نتورک، توی نتورک ما خود نتورک رو ست میکنیم و برای ساب نت ها رو در نظر میگیم.
که همونطوری که میبینی من سابنت هم به اسم تننت گذاشتم. خب ایمیج از اینستنس های ساخته شده در واقع ایمیج در واقع اینستنس از ایمیج های ساخته شده استفاده میکنه. ایمیج من سایرس در واقع توضیحی که خیلی سبکتر بود و میتونه زودتر دانلود بشه از سایرس استفاده کردم. شما اینجا محیط در واقع میزنید روی لوکیشن و محیط جایی که فایلتون وجود داره میزنید آپلود میکنید. بعد فرمتش رو میذارید Qcato که این برای KVM OpenStack. حالا اگه بخواید پابلیک باشه یا پروتکتد یکی رو انتخاب میکنید و ایمیج رو کرییت میکنید. خب ایمیج کرییت شد و با در واقع لانچ رو میزنیم تا بتونیم اینستنس رو ایجاد بکنیم. براش اسم میذاریم اینستنس اونو که سایروس گذاشتم. ایمیج ها رو ما آره تحت کلود هستم و باید دانلود میکنید. دانلودی تحت کلود ایزو اینا نمیتونید بذارید. بله لینکش هست. خب تو این محیط ما باید در واقع میزان حافظه ای که قراره بهشون اختصاص بدیم تو فلیوره و اینجا نتورکمون رو میذاریم که اگه یادتون باشه EXT نت بود که من در واقع انتخاب کرده بودم. این نتورک پورت اینا چیزای مهمی نیست. این اگه بخوایم دیفالت سکیوریتی رو براش در نظر بگیرید، کی پیر اگه بخواید براش یه در واقع رمزی ایجاد بکنید و کریپت شده باشه است، بقیه چیز مهمی نیست. برای یه بیس ابتدایی تا در واقع نتورکش کافیه. خب این استنس اینجا در واقع ایجاد میشه. خب این اشکالی که من وجود داشت این بود که اون آی پی رو من به جای دیگه اختصاص داده بودم. خواستم این ارور رو هم ببینیم. در نهایت آی پی که شما اسوشییت می‌کنی اینجاست. می‌ذارین اسوشییتینگ فلوت آی پی. این از بازه‌ای که شما در واقع برای آی پی ها در نظر گرفتید خودش در واقع یه دونه آی پی برمی‌داره که حالا من اینجا آی پی 250 بهش دادم. همین یه دونه رو داشتم. خب آی پی اکسس در واقع اسوشییت شد روش. حالا استارت اینستنس میکنیم. همونطور که میبینید اینجا الان رانینگ زده. حالا میتونیم ماشین رو انتخاب کنیم و ببینیم. خواستم اینجا بخش‌های مختلفش هم بهتون نشون بدم. میتونین والیوم بگیرین، اسنپ‌شات بگیرین. این استنس‌ها رو میبینین، لیست این استنس‌ها. خب، حالا اینجا VM ما به اسم سایروس. لاگش رو میتونیم توی این بخش ببینیم. کنسول محیط گرافیکی VM مایی که میتونیم ببینیم. سایروس اومد بالا. این همون در واقع وی ام ایه که سایروس رو ما آپلود کردیم روش، اینستنسی که ساختیم. حالا وی ام رو در واقع من ران میکنم با اون دکمه ای که اونجا وجود داره. حالا سایروس داره بوت میشه. توی توضیح مال سایروس در واقع شما الان در نهایت می‌بینید که یوزر پس رو بهتون میده، اما مثلا توی اوبونتو یوزر پسش من تا اونجایی که دیدم توی سایتاش وجود نداشت. یعنی باز مستلزم یه روند فرایند کاریه که باید انجام بدین تا یوزر پس براش ست بکنید. این یوزرشه، اینم پسورد. خب یه چند دقیقه دیگه از این فیلم مونده که خواستم اینجا نشون بدم که حالا این محیط من کار میکنه. وی ام میبینی؟ وی ام حالا آماده است. حالا چیزی که وجود داره تو اوپن استک شما میتونین چند تا وی ام بیارین و حالا شروع کنین API نوشتن و
هر کاری که دارید. اینم قسمت اکسس سکیوریتی شه که بحث آی پی آر هم اینجا میتونیم ببینیم. در واقع کار ما تا همینجا تموم شده، چیزی که میخواستیم بسازیم، اما صرفا خواستم بقیه تباش هم بهتون نشون بدم. ببینید ریسورس تایپ ها رو میتونی اینجا ببینید. اینجا میتونید کانتینر ایجاد بکنید، داکر رو، بقیه کانتینر رو. الان همین محیط اوپن استک اینه، شما با اون آی پی که زدین شما اوپن استکتون رو دارید، داشبورد فراهم شده، شما میتونید وی ام بسازید، اینستنس بسازید و باش کار کنید. نه تعداد سیستم های ببینید چند تا وی ام ما به جای اینکه چند تا در واقع ماشین داشته باشیم در حالت حقیقی، ما ماشینامون رو به صورت مجازی ساختیم. اوکی، اگه مثلا چند تا ماشین مجازی، چند تا فیزیکی داشته باشیم، بعد مدیریت اوپن استک چطوریه؟ من هر کدوم یه اوپن استک هست که دونه دونه، یا میشه مثلا یه دونه اوپن استک مثلا حالا چون مستر یا هر چیزی باشه اکسپند میشه کردش تا اونجا که میدونم. من خیلی خودم چون سر و کله زدم، صرفاً اینو اومدم در واقع ارائه دادم، اینکه تو این محیط بگم خب نه من خیلی خبره شدم و میدونم الان اون بقیه فضاش به چه صورته، نه خیلی در جریان نیستم که فیزیکیش قراره چه اتفاقی بیفته. صرفاً اومدم این ارائه رو در واقع انتخاب کردم به این دلیل که خیلی خودم توی تو نصب اوپن استک با مشکل مواجه شدم و مخصوصاً توی در واقع سایت چیز openstack.org، اون سایت خیلی پیچیده تر بود و یه چیزی هم که وجود داره، شما میتونید، من اینو گفتم حالا تو حالت ریل هم بهتون نشون بدم، من از چون نمیتونستم آی پی ولید داشته باشم از زس اومدم استفاده کردم. زس رو اگه در جریان باشید میتونه بهتون یه سرویس فکر میکنم 24 ساعته فری در اختیارتون قرار بده، شما داشبورد هورایزن رو ببینید و باهاش کار بکنید. شما میتونید در واقع چیز کنید، سابمیت کنید، ثبت نام کنید و بتونید محیط رو ببینید. من اینو آوردم که اگر کسی از جای مثلا بخش این سوال داشت بتونم نشون بدم. نه به این صورته. در واقع محیطی که دیدین، اینستنس ساختن ها، ایمیج ها، چیزی که وجود داره، متوجه سوالتون نشد. نه دیگه الان کسی سوال داشته باشه من جواب میدم، فقط یه تیکه کوچیک بگم، یه تیکه کوچیک بگم. این که چیزی که وجود داره، ایمیجامون قطعا باید کلود بیس باشه و یه در واقع لینکی هست، حالا اگه دوستان خواستن در اختیارشون قرار میدم، که هر توضیحی بخواید از ویندوز یا اوبونتو سنتوس، یعنی نسخه لینوکسی، چه ویندوز، ویندوز سرور یا هر چی، میشه این کارو کرد. و من چیزی که من متوجه شدم توی سرچام اینه که میشه اون ایمیجا رو ساخت، یعنی شما میتونید اون توضیحی که میخواین رو باهاش در واقع کار بکنید و اون رو به صورت کلود بیس فراهم بکنید که بتونید ایمپورت بکنید ازش استفاده کنید، که اون الان فکر میکنم یه فرآیند زمانبر، شاید یه روز مثلا وقتتون رو بگیره. اما من هنوز نساختمش. آره نه فقط میدونم که آره میشه ساختش. بله درست. این والا من چیزی که من برای کار خودم احتیاج داشتم که یه API در واقع بنویسم و اینو مجبور بودم تو این فضا وارد بشم اوپن استک، و اون بخشی که شما میفرمایین رو بله منم قبول دارم که ما میتونستیم توی حالتهای دیگه حتی استفاده بکنیم، اما بنا به کاری که وجود داشت صرفا توی این حوزه وارد شدم اوپن استک و اونو نمیدونم که چه فرقی. بله قطعا آره اوپن سورس بودنش هم بله من اوپن سورس بودنش رو میتونم بگم، فهم مزیتش. بله شما روی چند تا سرور فیزیکی هم اجازه کردید، یعنی مثلا شما هر چقدر هم سرور رو مونده بودید دیگه وی ام ها ویژوال نمیشه، کم میاد. بله این چیزی که فرق ویژوالیزیشن با کلود اینه که میتونید گسترشش بدید،
درسته. تا جایی که بهمون اجازه بده من فلیور رو خدمتتون نشون دادم. ما قطعاً یه چیز ریل داریم و یه فیزیکال که بتونیم رو اون در واقع فضای مجازیمونو بسازیم، وگرنه فضایی نداریم. بله بله. دوستان سوالی اگه دارن در خدمتتون هستم. بحث محاسبات خود وی ام هاست. نتورک اوپن استک رو بهش میگن نوترون. ست کردن در واقع نتورک ما تو محیط کامپوننتش اسمش نوترون. خانم تش چی میگم؟ مثلا اینو فهمیدم تش مدیریت میده روی ویچوال. بله. بعد احتمالا هم ای پی آی داره که من اگه خواستم دقیقا ای پی آی هست. سایت بنویسم بچه رو بنویسم. بله دقیقا هم. اینجا اوکی. نتورکش تش به من چی میده؟ مثلا آی پی آیشون میتونن ست کنن؟ آره اون کارا رو میتونین انجام بدین. نتورکش دیگه ببینید، یعنی فقط چیزی که برای ما فراهم کرده فضای مجازی چند ماشینه است، وگرنه نتورک ما کار خاصی دیگه. مثلا میگن کلود روی نتورک و اینا، اونو من نفهمیدم. خب ببینین این بحث اینه که خب الان ایشون هم فرمودن که ما چیزای مختلفی داریم که کلود رو بتونیم بیاریم بالا، درسته؟ اما چیزی که وجود داره اینه که شما مثلا به عنوان مثال دارم میگم الان حالا زس یا چیزای دیگه که وجود داره برای سرورهایی که میخوان در اختیار بذارن، شما باید برین اون در واقع یه مبلغی بدین و اونو خریداری بکنین تا بتونین کلودتون رو راه بندازین. اما این حالت کویکیه که میتونین خودتون. من کلود رو توی نتورک نمیفهمم چیکار مثلا میگن چی میذارن مایکروسافت یا اون شرکت اومد یه سیستم عامل کلودی برای سوئیچ داد، نمیفهمم. نه من تو اون قسمت وارد نشدم. نه من صرفا من چون چیزی که وجود داشت، من امنیت خوندم و تربیت مدرس و کارم تو مرکز تحقیقات بود، چیزی که وجود داشت این بود که من اوپن استک رو احتیاج داشتم و رفتم سمتش. صرف چیزایی که میبینین صرف سرچای منه و چیزی که وارد شدم و توش کاملا هم مبتدیم. همین. بله باز من تو اون قسمتش وارد نشدم، ولی خب فقط میدونم که میشه ازش استفاده کرد. حالا بحث نوشت در واقع ای پی آی که قراره توش ست بشه بنویسیم و حالا هر اتفاقی که قراره بیفته بین ویرچوالا بین چند تا سرور قراره ما رو وی ام ببینیم و هر کاری که قرار باشه انجام بدیم اونجوری انجام بدیم. نه 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 من تست نکردم. سوال دیگه ای دوستان؟ KVM. اگه دقت کنید من ایمیجم که ایمپورت کردم QKTO بهش دادم. من فرمت ایمیج رو چیو؟ میشه آره میشه تغییرش که میشه داد، منتها اون چیزی که من انتخاب کردم آره توی اون نسخه دیدم که ایمیجی که باید ایمپورت میکردم QKTO. به هر حال اون زحمتی که توی اوپن استک، حالا سایت اوپن استک دات او آر جی داشت، توی آر دی او ما نداشتیم. آل این وان بود و همه رو توی سی ای جی داشتیم. بخش اکسپند، توی بچه اکسپند میگنه چند تا باشه رو کار نکرد. نه نه نه. دوستان سوالی اگر نیست خوشحال شدم. ممنونم.